باش عمر، آکا هم کجاست؟ برای به خاله نظیفه خبر دادن رفت. خوش آمدی پسرم، بینشین پسرم، من حاضر برای تو پیاله میارم. پسرم چرا انتظاری؟ بینشین، خوراک تیار است، پدرت هم حاضر می آید. بعدی نماز با رفیقانش شاید کمتر صحبت کرده می نشیند. شاید اهل محله را بسیار یاد کرده باشد. پسرم؟ مادر. پدر پولاد علمدار عمر جان، جان به حق تسلیم کرد. خدا رحمتش کند. Oh, my God.
و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پدر پولاد علمدار عمر جان جان به حق تسلیم کرد، خدا رحمتش کند. یا سید الاولین و الاخرین و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خوش آمدی پسرم. هیچ خوش نامدم بابای عمر، بدبختم من، از بدبختی میمیرم. خودم تنها حتی پالتویم را پوشیدم برای من مشکل است. میمردم خوبتر بود. ارهنم، در راه زندگی هیچ کس بدبخت شدن نمیخواهد. بخت در اعضای بدن انسان نیست و در نهاد اوست. تو باید اول سر خوشبختی را بفهمی و پس خودت را خوشبخت بسازی. در این وقت و ساعت خوشبختی را چیکار میکنم؟ خوشبخت بودن نمیخواهم، زندگی کردن حتی نمیخواهم. این عمری که به ما داده شده است، آن را تا فرجام باید بزیست، یا خوشبختانه یا برعکس. مادر جان، خداوند بیامرزدش. من این درد چطور تاب میارم؟ بیایید مادر جان، درون میدرایم، یکون چیز میخورید.
در درون نفس گرفته نمیتوانم. آکا تازیه مرا قبول بکنید. سلامت باش. در اومدم ممکن نیست. یک طرف از پسرم، من بیگانه نیستم، برادرش میشوم. نمیشود جناب، اجازت نمیدهم. او وصیت کرده است جنازه اش را من باید خونم و من مانع نشو تا وظیفه‌ام را اجرا کنم. من هیچ گونه وصیت را نمیدونم. پس من هم تو را نمیدونم پسرم. گوش میکنم تیمور. جناب، برادری پدرتون آمده است. به مردخانه در آمد. تو چه ها میگویی تیمور؟ پدرم برادر نداشت. وصیتی بابای عمر بوده است که جنازهشون رو باید همین کس میخوندند. کدام وصیت؟ مادر، پدرم در باره وصیت به تو یکان چیز گفته بود؟ بله پسرم. تیمور خوشیار باش، از اونجا دور نرم، من به تو زنگ میزنم. در مکه با من یک مکتوب داده بود. همان رو میاری مادر جان؟ البته پسرم. اگر یکان تشویشی باشد من با بیمار خانه بیروم. بگذار جنازه مرا برادرانم بخوانند. خواهش میکنم بازیگی بدهید. به تیمور زنگ بزن و بگو اصرار نکند. خوب آکا. وصیت پدرم همین بوده است. اینورا، یک زنگ تلفنی رمزدار است. زنگ رو قبول بکن. تو رو گوش میکنم. من درست شنیدم که بابای عمر از دنیا گذشتند. برای دوام دادنم و اطمینان شما احتیاج دارم. وجودم می سوزد و لیکن چی کنم؟ آن راهی که من رفتم عقب گشتن ندارد دیگر. من پسرم،
هرگز به دل نیتی تو شبه ندارم و خودت هم شبه ندارم. از دلت بپرس، اگر تو باور داشته باشی که در راه راست و درستی، کسی تو را از راحت بر نمی گرداند. اگر تو در دلت شبه نداشته باشی، الله همیشه با توست. دعایم کنید. خداوند یار و مددگارت. تو چیکار میکنی؟ بچه ها، حجتتان رو نشان دهید. یک از به عیادت آمده است، شبهه‌نام نیست. اها، فهمیدم. احوال بیمارتان به غایت خوب است، تنها تبابتش دور و دراز دوام می کند. اگر همش خوب گذرد بیماری شما مثل پیشتره می گردد. ما کوشش می کنیم که او را خوب نظارت کنیم و بیمار زود به پا خیزد. اگر تبابت همین خیر دوام یابد، بیمار زود شفا می یابد. حاضر شما می توانید تماما خواتر نشوید. اینجا رو من باید تازه کنم. برای اینجا رو تازه کردن نیم ساعت دیگر است. چرا بر وقت آمدی؟ سراسیما هم Thank you.
مرا شناختی؟ از ترکیه به تو سلام آوردم. خاله نظیفه، نهاری تیار بود است. خاله جان، با شما ناشتو کردن رو پزمان شدم، با شما شیرینی آوردم. بابای عمر کجاست؟ خاله نظیفه، یگون گپ شد پولود. پدرم رو بای دادیم لیلا. چی گفتی؟ کای پولود؟ میروم گفت و رفت، باوریم نمی آید دخترم. گوش میکنم لیلا. صفیه لیلا بیماری، آوازت به زور میبروید. صفیه افسوس کی الیف، با الیف چی شده است؟ آرام شد الیف، نی بابا یومر رو از دست دادم. Thank you.
اصلا سرپریز رو پنهان کردم. فکر میکنم معقول میشود، اما باز خودتان بینید. اکنون میتوانید از مسافه دور نشان رو به هدف گیرید. میدونی چی؟ این بهترین نوع سلاح است. تو نسنجم نمیفهمم. پر است. کجا بودن اردیناریوس را فهمیدی؟ در کجا بوده است؟ در ترکیه. کی برای رفتنش اجازه داده است؟ ترک ها آمده او را به زوری بردند. وظیفه تو خبر را به من رساندن نه، بلکه آدم را پاسبانی کردن بود. اندری، من رفته او را میارم. من او را خودم حل میکنم. با تو من وظیفه نو میدهم. تلفن در برد است. بله. تو جایی که من نشان میدهم راست بیدهو. مایلاش، من تو کجا باید بگریزم؟ تلفنت را کشادمان. من میگویم که میستی. خوب شده است. حالی هم استوده ای؟ خوشم آمد. با شرطنامه این را هم داخل کن. در اینجا چی کار دارم؟ نه نه، من اینجا استاده نمیتوانم. آقای زلفقار، حاضر آقای ستار میاد. آخر از شما اجازت پرسیدیم که اون آدم رو به اینجا بیاریم یا نه؟ خوش آمدید آقای ستار. خوش آمدم، اما هیچ خوشی نه. تو مگر چشم داری که خوب را دیده توانی؟ زلفا بید بس کنید دیگر. اگر من پیش شما اندک احترام داشته باشم، یک دو دقیقه مرا گوش کنید. مگر شما برای خوردون همی خیل نمونه می شود؟ پسات، چیزی گفتنی باشه بگو. آقای زلفقار، حکم شما به گذرگاه مرزهای دولتی می گذرد. از درآمدگان و برآمدگان هوشیاری کنید. تو از آنجا خواتر نشو پسات، ما از همه چیز خبردار می شویم. خبرهای دور را کاروان هم آورده می تواند. پسات از تو پرسیدنیست که حکم تو می گذرد یا نه؟ تو میدانی که چی تاف وارد شده ای؟ تو با این تن و توشت از کدام گمرک گذشته میتوانستی؟ وح وح وح، اگر این را میدانستم از تابوت نمیبرامدم. با
پوسات در حقیقت تو مرا پارا پارا گول کرده بوده ای. دیر نمی شود. برفتند من مساعدت میکنم. خودت را اینقدر نخور. هیچ لازم نیست. من خودم میروم. ایوالله. از برای خدا آقای ستور. آقای زلفیخور. یک دقیقه استید. موضوع بسیار مهم است. اگر ما امروز مصلحت نکنیم در کوچه ها کودک ها میمیرند. پس ما چکار کنیم؟ وظیفه من چیست؟ ستار آقا در کوچه گپی شما میگذارد که چی میگیرد چی میفروشد فقط شما میدونید. من تو رو فهمیدم پسرت. اگر من مثل باد وزان میگردم هرچی میکابیم میابیم. ها گوش میکنم. الحکم لله، خدا رحمتش کند. چی گپ شده است آقای زلفیخور؟ بابای عمرمان. با بابای عمر چی شده است؟ جان به حق سپرده است. اینورا من باید به تو یک چیز را گویم. حاضر وقتی اون نیست، اما موضوع بسیار مهم است. چی شده است؟ با اون شخصی ما که در غزه از پی خانومی صفیه نظارت می برد ارتباط کنده شده است. هرچند کوشش میکنند به علاقه برآمده نمی توانند. خانوم صفیه؟ او خوب است. برای به استانبول آمدن چیپته خریده است. فهمیدم. برای از پسی او نظارت بردن یکان کار کنیم؟ برای تازه باید آمده باشد. من گمان نمیکنم که این بسیار مهم باشد. لبه جان گوش میکنم. با اونهایی که در گزندن ارتباط بیوبتاها. مالش. با کسی که خانم صفیه رو پیگیری میکرد در ارتباط باید بشویم. با فکرم با او چه واقعی رخ داده است. مارتین خبر رو شنیدی؟ آره. میستر کی رو تو نهایت ترکندی؟ خطا میکنی، من نترکندم. کاری من با او هنوز به اتمام نرسیده است. پس این کار رو کی کرده است؟ هنوز من نمیدانم. به تخمین من آدمی پولا دلیم دار باید باشد. این باز یکی از دلیل های خوشبینی تروریست بودن پولا دلیم دار در دنیا خواهد بود. این طور باشد زود باش. وقتی آن رسید است که بر علیه پولاد عملیات را آغاز بکنیم. برای چی؟ سبب زنگ زدنم همین بود. پدر پولاد علیمدار فوتیده است. این طور که باشد ما هم نوارهای عمر جان را به مردمی جهان می رسانیم. پیش از این هم کوشش کرده بودید اما موفق نگشته بودید. تو مرا با صغیر آمیخته می کنی مارتین. من از هر گونه حالت چی گونه بر آمدنم را می دانم.
باید با ما بروید. من هیچ چیز رو نمیدونم. من از اینجا به هیچ کجا رفتن نمیخواهم. نظیفه خانم، از خداوند التجا میکنم که جانم را اینجا بگیرد. تو دعایی میکنی که آمین گویم هم نمیشود، نگویم هم. آمین بگو خانم، آمین بگو، هرچی وقت و ساعت دارد. منو تو تمامی عمر شریک بودیم، پس تو هم برای من آمین بگوی تا که از هم جدا نباشی. تقدیر همین است خانم. من تو رو باری رنجاندم خانم، اگر ندانسته رنجانده باشم پهیل کن مرا. پهیلت کردم. من هم تو را پهیل کردم جانکم. یا الله، خودت شاهدی. در خانه چیزی تو رو ناراحت کرد؟ خوبم پسرم، چطور ناراحتی می شود؟ اگر مادرت را بگویی او را هیچ چیز اینقدر خوشبخت نکرده بود که به خانه پیشین برگشته آمد. با او تو دنیا را بخشیدی، برخوردار باش پسرم. اسکرها موافق وصیت پدرم اسکران درف سیاه اینجا آمدند. مادر جان، تو با مادرم باشی رحم. يا إلهي صنع
اچتم علمی بو فیل قتل بکمه بنیم بلیمی کولایلاشتر دوستا giden yolumu arşın tutan meleklerin aşkına reddetmesin haşa sana gel دردیم را بپذیرید. سلامت باشید. بو درد ایل گولنی محروم کویماز شاده درسین بی gel buluştur nikah dinin aşkına نمازی جنازه را شما میخوانید؟ بله. برای خدا نماز، برای مرده دعا، همه نیت کند، همه آماده باشید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله و مرحوم بابای عمر حق خود را حلال کنید حلال کنید برای روح مرحوم الفاتحه یک دو کسی که آمده نتوانسته باشند خاک وطن را می فرستند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. این آدم رو میشناسی؟ چند بار دیدم. در کجا دیده ای؟ در کوچه گیتار می نواخت. با تو هیچ تماس گرفته است؟ نه، یک بار دیدم، پولش داده بودم، همین قدر. باز؟ دیگر هیچ چیز نه. در یکان جای دیگر با او وا نخورده ای؟ شاید تو را تعقیب میکرد؟ نه، برای چی مرا تعقیب میکرده است؟ برای سردارت را کشتن. همین کشتن است؟ آره، برای چی حیران شدی؟ این هیچ به این کارها موافق نمی نمود. یک مراتب سنکم را از من را بودند،
وای بوشد اون رو برگردوند. یگان بار تو با او صحبت کرده بودی؟ نه هیچ صحبت نکردیم. اگر او رو بینی حتما به ما خبر بده. میتوانی بروید. خانه را به زیمه شما میگذارید. در گرد و اطراف خانه دو کس پاسبان میایستد. کسی بیرون از خانه میبراید یا به خانه میدراید خبردار میشوید. فهمیدم خانم. قرار دادم که استانبول میروم. برای تعزیه دوست دیرینت پولاد میروی؟ پدرش مرد. در خصوص مرده ها گپ زدن نمیخواهم. نباشد به چی خاطر استانبول رفتنی؟ برای خودم. اگر یگان نقشه گفتنی خوب داشته باشی بگو گوشم به تو. چنان که قول داده بودم یک مهلت من خود را از ترکیه دور میگیرم. راه های گذری مواد مخدر خرید و فروش سلاح که از اوکراین میگذرد در خطر است. برای همین ترکیه اکنون بسیار جاذب است. تو چی کار میکنی؟ استای بهترین مواد مخدری مرا دزدیده بردن. من برای دزدان را جزا دادم رفتنیم. همکاری را تو با من که ببریدی من دیگر حتی پروا ندارم که با کی دشمنی میورزی. در این روز هم که اینقدر استراب داشتم برخی سوال ها را مطرح کردن خواستم. پدرم که در زندگیش همیشه رهنمای من بود در جنازه‌اش هم به من راه نشان داد. منظره ای که امروز ما دیدیم با عرض طول این دنیا شرح و توضیح داده نمیتوانیم. یعنی این منظره تنها آرزوی ما نی بلکه آرزوی پدرم هم بوده است. در چین و خاندان تربیه یافتنی تو را من تخمین میکردم پولاد. امروز با چشمانم دیدم و هرچی امروز من دیدم حقیقت بودن تصورات مرا نشان داد. خدا رحمتش کند. آمین. اگر اجازت باشد من بروم. این خیل نگویید، اختیار در دست شماست. خواهش میکنم ناراحت نشو. لیلا. لبای پولاد. مادرم چطور است؟ دکتر به او دارو داد. در اتاقش خوب است. من پهلویش میشوم. تو خواتیر نشو. جان پولاد، خدا بیامرزد. سلامت باشید. فاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. جان پولاد، خدا چه احوال داری؟ دیگر چی گویم آقای ذوالفقار؟ از دستی که همیشه این سری با تقدیر را سیلا و نوازش میکرد محروم شده. صبری جمیل به تو. او با همه یک بود. این چی طور شد جان پولاد؟ سحر آیم ها آنه اونجا نشسته است. گمان کردم که وضعیتش خوب نیست. فهمیدم که مرا انتظار بوده است. ایستاد و مرا نگاه کرد و دعا داد. من از تو راضیم، خداوند از تو راضی باشد، گفت و روی مرا مالید. پس آن آوازی قصیده از مسجد آمد. چنان شیرین قرائت کرد که
مرا فریاد دارند گفت. یا الله، یا محمد، یا علی، پیش آمدش را خودش حس کرده است. پس آن تاقی به سر ماند و براه برآمد. اول یک نزد خانه ایستاد و راست طرف خانه نگریست و با خانه ودا کرد. وقتی گذشتن از باغ یک ایستاد، نگاه کنم میخندد و سپس هر دو راه همون را دوام دادیم و راست سوی مسجد جامع رفتیم. میدانید که نماز بامداد چه فرح بخش است. در صف پهلویش ایستادم. وقت سجده، معلوم است قدم به قدم سوی حق رفته است. الله به هر کس این را نصیب بگرداند. آمین. خانم صفیه، به یک اونجا رفتنید؟ خوب هستید؟ من باید تاجیلم به ترکیه روم. چرا اینقدر سراسیمه؟ یک اون حادثه ای بد شد؟ یک شخص نزدیکم رو گم کردم. من از این تلفات شما واقعا محزون شدم. میتونم به شما یکان کمکی بکنم؟ تشکر. افسوس که شما دیگر هیچ کار کردن نمیتوانید. خیر، با همین شما رو باز کی میبینم؟ من حاضر چیزی گفتن نمیتوانم. میفهمم، اما حاضر شما رو تا پروازگاه ببرم چی؟ شما بسیار مهربانید. این ماشین برای بردن من آمد. تو بستید. سفری بی خطر. مارتین، حالا هم در استانبولی؟ بچه ها گفتن که شما خوراک را پخته بوده اید. به بویش طاقت نکرده آمدیم. پخت سنجیدن میخواهید پیتبال؟ من با کارم خیانت نمیکنم. همیشه بهترین مول را می سازم. درست میگه، بسیار خوب است. یعنی تو از بویش میفهمی؟ نام من تیدبال است.
پس این بیگاه تقسیم میکنیم همین طور نه؟ فهمیدم، اما برای این بیگاه همین قدرش بس است. اگر پول کار کردن خواهی بسیار باید استحصال کنی. اینها تنها نمونه است، از ایران مواد خامش را میارم. چندی میخواهید تو تنها به تقسیم اهمیت بده، دستگیر نشوی میشود. زرار نمیرسانم، من حاضر تو رو سر میدیم، اما دودو فیغون نکن. مایلش قول میدی؟ من چوره دیگر ندارم، مجبورم تو رو استفاده ببرم، فهمیدی؟ حرکتی نجا نکن، نکن. سحر از اینجا می روم، همش خوب می شود. تو تنها گفته های ما رو کن. وکنون پینهون می شو، زودتر، زودتر. همه حاضرند؟ بله حاضریم. حاضر. هر کس می داند که کجا باید برود. بسیار احتیاط بکنید. این کلاهی آهنین سر شما را حمایت می کند. هر کی این را حمایت نمی کند سرش را بای می دهد. سر کند. تو چه ایستاده ای؟ بگیر کلاه را به سرت مان. با این قدر من کار نمیکنم. با تو نگفتم که به سرت بمان؟ بیتبال، ایستو، سلاحت رو فرار. مادامه که با کارهای میده چویده سر و کار گرفته نمی خواهد، چرا او را برده به بلتزر نمی سپاری؟ فکر خوب. دیگر خواهیتون چیکار کردید؟ کو
وضعیت چطور است؟ یکان چیزی شبهنو نیست بچه خالا. پلیس تفتیش میکند. کسی چیز فروخته نمیتواند. خوب. بچه خالا این موتورسیکل ها رو بین. اینها رو یک بینم. این چند پارچین دارن؟ ای با من نگاه کن، از موتورسیکل ها چه گرفتی؟ یه چیز نگرفتم آقا. بس کن. این چیست؟ این دست پاکونه که تر از بچه خولا. ای دوستم، جونکم بعد از مکتب اومدنم چیزی نخوردی، به خاطر من هم چیزی خوردن نمیخواهی؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. جانی بابا اینجا بیا. جانی بابا، انسان ها تولد می شوند، مثل تو کلان می شوند، پس آن وفات می کنند و به عالم دیگر، دنیای دیگر می گذرند. پدرت را در این دنیا دیگر هرگز نمی بینی دخترم. گریه نکن جانی بابا، گریه نکن دختر شیرین. سوالی من را جواب بگوی. من دیگه
دیگر بابایم رو نمیبینم. بابایم رو بسیار پزمان نشوم. خدا رحمتش کند. من هم بسیار محزونم، بسیار محزونم. ما خبر چند ماشینی شبهناک را از مرزهای مشترکمان با ایران گرفتیم. صاحب مال را هم فهمیدیم، خریدارش را هم. کی بود است؟ بالتزار. اگر خواهی باز می‌داریمش. تا حاضر یگان حرکتی برای شکستن حرف شرطنامه را از جانب بالتزار ندیدیم. اگر تقسیم سر شود ما خبردار می شویم. همه خیلی آقای ستار. معلوم می شود که گوشه که باید کوچه ها را بشنوید کار گشته است. چی گپ است؟ چی خبر داری؟ زود بگو جان. گوش های من سالم است، شنیدم او. اما بعضی اینجا کار گشتند. بلندتر بگو تا هر کس بشنوند. چطور مثل پیشتران است؟ کاری اردیناریس است. از کجا دانستی؟ باز که می شود؟ اگر مثل گفتگیت باشد، گذرگاه ماشین های شبهناکی که آقای ذوالفقار گفت معلوم شد. آکا، thank you.
من نمیخوام که به تو ضرر رسد. فهمی بای، برادرتان وحید بای با سری و میتی بای مصلحت کرده برخی قنات های دولتی را استفاده می برد. ما هم باید از آن عنصرها استفاده بکنیم. چی شده از به تو حقی؟ تو دیگر از عهده راهبری کار نمی برای چی؟ کاری نیست که من از عهدهش نبرایم. برای همین در جلسات اول آدمانت پراکنده شدند. همه‌شان باز می‌آیند. اما ما باید در پارلمان آدمانی پرقوت را بگیریم. اگر شما موافق باشید من با میتی بای همکاری می‌کنم. تو خودت می‌دانی حقی. اگر نیروی تو را بیفزاید اختیارت. اما در دسته همه باید به توافق رسیده باشد. در مدت کوتاه یک گروهی باید سازمان بدهیم. مالی که استحصال میکنیم از ایران میگذرد. مال اینجا کار کرد و تقسیم میشود. اما یک مشکلی ناچیز داریم. چه بود استاد؟ پسرت یکی از استاهای بزرگترین استحصال کننده مواد مخدر را دزدیده و ترکیه آورده. بسیار خوب. خوبترینش بود است که؟ چیست آن درد؟ اما او آدمی تلکی بوده است. تلکیش باز کیست؟ یکی از خوفناکترین آدمی روس است. حاضر او با انگلیس ها کار می کند. از مواد مخدر، شکار دزدی، قمار یک ثروت هنگو فراهم آورده و یک اعتبار فوق العاده دارد. گذشته از این به بی‌رحمی نیز مشهور است. چی شد؟ یا اینکه می ترسی اخی؟ ترس نیو، اما یک توازن باید به وجود بیاریم. اگر نزد ما برای بازار کردن بیاید سودا می کنیم. برای جنگ بیاید می جنگیم. برای حمایه پسرم باید توانا بمانم حقی. برای توانا ماندن ثروت اندوختم را باید حمایه کنم. تو هم برای حمایه ثروت اندوخته من وظیفه داری. وقتی که آدمان گرد و اطراف ما که چیزی ندارند و می جنگند، اگر ما نجنگیم چطور ثروت اندوختمان را حمایه کرده می توانیم؟ ما مجبوریم که بجنگیم و اگر چیزی باز اندوختن می خواهید باید بجنگیم. این جنگ را باید شخصا خود شما سروری کنید. درا آدمی که جنابی کی را کشته است آوردند. آوردند. درآرید. مادامی که این گونه نقشه داشته ای چونین برمی آید که با میستر کی یگان نامفهومی داشته ای. نسبت تو همه چیز را تحقیق کردم. آدم بگدانی. اما درد تو از میستر کی از چی بوده است یافته نتوانستم. پاداش کرده های او را در کوسوو دادم به او. به نام الله به خاطر جهاد او را کشتم. در جای نادرست آدم نادرست را کشته ای. تو را باید از جهالت گرهانیم. در جای درست با انسان های درست باید بجنگی.
این را به نزد بریتانی فرستانید. جزای او همین است؟ آره. من نمیخواهم که خیلی آدمان پلی در وطن من ببیرند. برای همین او را به مزار شرقی میان فرستاندند. روز بخیر جناب، با پولاد علیمدار گپ میزنم. آره منم. خدا رحمت کند پدرتون رو. عمر جندند شخصی ناتکرار و شرفمندی بود. روحش شاد باشد. آمین. تشکر میکنم. من با کی صحبت دارم؟ من ادوکات پدرتون دنیزم. من وظیفه دارم که وصیت پدرتون رو به شما برسانم. وصیت میگویید؟ آره جناب. در یکان وقتی مساعد ما و شما باید یکدیگر رو ببینیم. خب مایلش. همین که وقت پیدا کردم من با شما زنگ میزنم. روزتون بخیر بود. کادید. بابای عمرمون را گسیل کردیم. او مثل همه انسان‌های پاک درگذشت. خداوند به همه امان مثل مرگ او را نصیب کند. پولو چه احوال دارد؟ آفتابی او این دنیا را درگذشت اینورا. که روزی نوی او سر می شود نمی دانم. اما او در تاریکی هم راهش را می‌یابد. بیایید ما اندکی هم باشد با کاری صادقانه خود راه او را منور بگردانیم. ارهان یک مشکلی سر زده است. آدمی که صفیه را نظارت می‌برد غیب زده است. در گزارش‌ها یگان چیز شبهناک است؟ روزهای آخر با یکی از موظف‌های سازمان ملل متحد آدم نوی همراه شده است. چه بوده است او آدم؟ تحقیق داریم. جناب، جای آن سپاهی درفش سیاه را که در افینه بود و گرفتار ایبولا گشته بود دریافتیم. به نهایت خبری خوش. سردار یوسین، از کگیتی زنگ میزنند. لبه یوسین، جای چاری را ما یافتیم. بسیار خوب. امان را بسیار میخواستم او، اما در این حالتم. پروا نکن، امان نقشه دارد که به واسطه به تو علاقمند است. بسیار خرسند شدم، اما جنابی عالی نمیدانم برای چی تا به حاضر به من تماس نگرفته است. چی اندیشه دارد؟ خواتیرم. او هم از تو خواتیر است. با جناب عالی صحبت داشتم. بفرمایید. خوش آمدی جاهید. ما هم تو را انتظار بودیم. بیا من شما را شناس کنم. الگیس جاهید. ممنون شدم. من هم.
نامد را بسیار شنیده ایم. مثل تو شخص موفق را در زندگی ندیدم. با شرافت استاد رنالد. همش خدمت خود توست. نجاتم از مرگ هم توفیل کوشش های توست. اکنون الگیس همراه هر دوی ما در ترکیه می شود. از این پس با تو خیلی زیاد کار میکنیم جاهید. چرا؟ چون که جناب کی مرد. تو در میان ما بود، خطای کردیم. خیانت او را اولین شده تو فهمیدی. از این پس گزارش های تو را ما بررسی میکنیم. باز وا میخوریم. برای چی دیر کردی جاهید؟ من برای چی دیر کردم؟ من امروز یکی از نزدیکترین هایم را بای دادم. کی را جاهید؟ بابای عمر را. بابای عمر کیست؟ پدر پولاد علیمدار. میفهمی تو چی میگوی جاهید؟ بابای عمر پدر همه ما بود. جاهید تو... وقتی که من وارد هیئت مانیسان شوالیه به خاطر ستاندن قصاص اکای پولادلیم دار شدم، همه دوستانم مرا خائن گفتند. من تمام شده بودم دیگر، ولی اولین شخصی که مرا از آن دنیای تاریک یسو ناامیدی بیرون آورد بابای عمر بود. ولی احوال اکام حاضر بد است. تا او خود را جمع گیر میکند من باید پهلوی او باشم. اما من برای از جانب مانیستانیان فاش نگشتن پینهانی با او در مزار ملاقات میکنم. حالا که من با مانیستان برای انتقام اکامون را ستاندن داخل شدم. تو چی ها میگویی جاهید؟ درست، من چی ها میگویم؟ جاهید، درا. نوار ویدیوی عمر جان برای پخش کردن آماده است. همه گفته های مرا اجرا کردید؟ آره کردیم. با نشر ویدیوی تمام جهان چونین می اندیشد که پولاد علیمدار با شدید همراه عمل می کند. من هم انتظار بودم که پولاد علیمدار را تروریست اعلان میکنند. مثل دفعه گذشته یکان دشواری سر نزد. نشره های گوناگون اینم در همین وقت و ساعت که برای پخش کردن مساعد است برنامه پخش خواهند کرد. مانع شدن با آنها مشکل است، اما ناممکن هیچ نیست. در این وضعیت چیکار میکنیم؟ هر کی این برنامه را تحریزی کرده است جهت کار را نیز خوب آموخته است. میتوانی بروی.
ویدیوی بابای عمر رو از نو پخش کردند. بی شرف ها، بابای عمر رو حتی در قبر هم آرام نمیگذارند. مثل دفعه گذشته نمیتوانیم مونیا بشویم. کوشش دارم. با مرکزهای گوناگون ویدیویی که برنامه ها پخش میشوند مونیا شده مشکل است. مگر ما کار آسان هم داریم؟ اینها را از نظرم گم کن. نام پاک بابای عمر باید با شدید به هم نآید. تازه ایمه را قبول کنید جناب پولاد. چه حجت ضروری است که امضا کنم و روم؟ بفرمایید. یک چیز می نوشید؟ نه تشکر می کنم. چند دقیقه تان رو می گیرم. مسئله چیست؟ پدرتون دو وصیت مونده است. یکمش رو می کشویم. در اینجا نوشته شده است که برای کشادن وصیت دویم حضور دو کسی دیگر لازم است. درا. چی گپ شد؟ چنان که تخمین کردید پخشی ما دوچاری ملاحظه گشت. پولاد علیمدار هنگامی به ساختاری در مصر بوده ما هجوم کردن چی طور استفاده بردنی ساختاری نهانی ما را آموخته بوده است. حاضر همان ساختاری ما را آدمانی و مورد استفاده قرار دادن، اما برخی چیزها از آن ساختاری ما برای آنها نهان مانده است. همانا دستورهای درکاری را به همه بخشهای ما برسان که همه را برای عملیات حاضر بکنند. سروری عملیات به ذمه تو است. فهمید جناب. می توانی بروی. اردن به پخش نوار مانیه شده است. هزار بار شکر. مرکز این سرویس ویدیویی در لندن بوده است. سروری شدید صغیر و یک پایش در عراق یک پایش در لندن بوده است. یعنی که باز به شدید وارد شدیم و از انگلیا برآمدیم. مرا خواستید حضرت خلیفه؟ با برندین صحبت داشتم. آدمانی نو می آمدند. هر چه زودتر به مشغانا مشغول بشو. من کارهای مهم دارم. چی مهمتر از چینه؟ اینجا من قرار میکنم. هیچ خوشم نمیاد اگر قراری مرا بشکنند. خودشان میآیند نمیآیند، قرار آخرین شما خطا بود. پدری پولاد علیمدار را از دست ما نجات دادند. نه، با گناه تو نجات یافت. اگر مثل دیوانه رفتار نمیکردی، پولاد هم، پدرش هم، حتی آدمانش حالیا در دست ما بودند. اینها باز به دست می افتند. صغیر، حالی گفی من به آخر نرسیده است. از من به فرجام رسید. بگیرید این را. تا عقلش به سرش آمدن نگذارد که یگان جا رود. به من دست نرساند. نرساند.
چیکار میکنی تو؟ ها؟ چیکار میکنی؟ با او چی میدهی؟ آرام شو بفهمی چی رختی با پیاله؟ با پسر من زهر میدهی؟ برای که اینن کلسی انداختم خواهید خودم میشه بخور عذر میخواهم خوب هستید فهمی بایی کیست این دختر حقی؟ از کجا او رو یافتید؟ پیش از گرفتن این دختر گذشته او را چنانی که می باید سنجیدیم و به خاطر تامین امنیت ما او را تحت نظارت هم گرفتیم گمان کردم که به پسرم زهر می دید من که پسر گم کردم از گم کردن دویومش می ترسم حقی مرا می فهمی؟ می فهمم جناب بلتزر من این را کشتنی بودم لیکن خواستم که اول تو را یک خوشحال کند بعد بمیرد پسر تو همین قدر ناترسی که با مرگ بازی میکنی انسان از نادانی میترسد برای همین جاهل ها از همه جسورند پرتاید این جسور را برولید درها را کشاید این کودک باید زنده ماند تو با کی بازی داری؟ من برای مرده ها گرو نمی کنم بلتزر هر کس به نوبت یک بار به سرش تیر می زند در نوبت اول امکانیت خود را کشتن 16% است در نوبت دویوم 20% در نوبت سیوم 25% در نوبت چهارم 33% در نوبت پنجم 50% در نوبت آخرین 100% در این سلاح تنها یک تیر هست و از سر این میز تنها یک انسان زنده می براید دیگران به زندگی پدرود می گویند گفتگو قطع می شود Thank you.
اینها از کجا آمدند؟ یک حیران شدم. من نمیفهمم. اینجا رولت روسی بازی میکند. من برای آموختن رولت روسی با اینجا آمدم. ستم میآیند. سلامت باش خوزم خور. بیایند میبینیم. از ماشین فرار. درون را تفتیش کن. آنجا خالی است. کنی ببینیم چی آورده است. من هیچ چیز را نمیدونم. من میدونم. دروکشو. چیگا پست. این بار خلطه های پلید را چی کار میکنیم پسات؟ به سراغهش میرسانیم آقای زلفیخار. ایوالله. دعوت کردن خلیفه در اینجا مهمان میشوی. در دستی من دارویی هست. پوزهر از ایبولا. اگر تو در نوار گویی که از سپاهیانی پولو دلیم داری و با یونان برای ترور آمده ای از مرگ می رهی. از این سخن رو گفتن برایم مردن بهتر است. پس از آبی سگ رو کشیده می میری. Thank you.
عملیات سر می شود. کماندون، حرارتش بلند است. حالش بد. در گمان است که تو کشور توقت کرده می توانم. فهمیدم. حاضر می برایم. بازار. بازار. دارم اینجا. در صندوقچه. شاید راست می گوید. شما برایید. من از پس تو می آیم. زهرم اینجاست. رفیقان ما رو حلالش آباد. بار دیگر همدردی مرا قبول کن. سلامت باشید. مرحمت. بعد جنازه پدرم مرا یک ادوکات دعوت کرد و گفت که از پدرت دو وصیت نامه مانده است. یکمش را در حضورم خواند که نوشته شده بوده است که برای کشادن وصیت نامه دویم حضوری دو کس در کار است، شما و سهیل هاتلی نام کسی.
سهیل هاتعلی رو میشناسید؟ نمیشناسم. مرا این وصیت بسیار حیران کرد. عمر بای چرا چون این وصیت نامه مانده باشد؟ نمیدانم. نمیدانم و آن سهیل را من باید بیابم. ما کوشش داریم که سهیل را بیابیم. به نزدیکی میابیم او را. اگر شما وقت داشته باشید امشب آن وصیت را همراه بکشاییم. من با هیئت جلسه دارم. بعدان وقتم میشود. مایلش. وضعیت چطور است؟ مکان رو یافتیم. یک انشاء در تگ زمین بنیاد شده است. آید مکان چگونه معلومات ها به دست آوردید؟ از موجبورا یگان آوازی رو ثبت کردم. امکان پذیر است اما مقرر کردیم که این انشاء درآمدگاه دارد. فرمانی شما رو انتظاریم. میدانی که من به تو باور دارم. آماده باشید سر کنید. خوب جناب. عملیات رو سر کنید. فهمو خانم. خسته نباشی اردم. تشکر جناب. تشکر برای خدمت‌هایت. وقتی که با پدرم در خیمه بودیم میدونستم که به تو باور کردن ممکن بود. با باوری من سزاوار شدی. کوش زیادتر کمک کردن میتوانیستیم. تضیه ای مرا قبول کنید. سلامت باش. برای آخرین روزی که پدرم با اهل بیتش سپری کرد از تو و همه دوستان سپاسگزارم. سهیل را یافتی؟ جناب، در اینجا هیچ کس نیست. از آنجا دور نرو، اندکی پس می آیم. اردم به من جایی که جاده علیمدار و کوچه دیوان همدیگر را می برند یافته می توانی؟ حاضر جناب.